با نام خدا و سلام بر شما با برنامه امروز زیربنا خوش آمدید. مهمان من در این برنامه آقای محمد شبیر بشری است و در رابطه به بستن قرارداد میدانهای هوایی کشور با امارات متحده عربی بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای بشری شما را به بحث خوش آمدید. میگم به نظرتان چه شد که دست قطر و ترکیه از قراردادهای میدان هوایی های کابل و بعض ولایات قطع شد؟ بله صدای ما را دارین؟ بله بله صدایتون را دارم. بازم میخوایم تکرار بکنم، به نظرتون چه شد که دست ترکیه و قطر از قرارداد میدانهای هوایی افغانستان قطع شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های بسیار خوب آریانا نیوز و مردم عزیز ما، این مسئله به دو موضوع بستگی داره از دید من. موضوع اول منافع ملی افغانستان، ما باید بررسی میکردیم، ریسرچ میکردیم، تحقیق میکردیم که کدام کشور مطابق منافع ما و در جهت منافع ما بیشتر و خوبتر میتونه کار کنه. موضوع دوم موضوع رقابت بین از این سه کشور بود که رقابت در بحث رقابت توانمندتر بودن برندگی را در قبال داره. من فکر میکنم شاید در بحث رقابت با این سه کشور، چی در سه سیاسی چی در سه اقتصادی، مطابق منافع افغانستان از دید مسئولین امارات اسلامی شاید امارات متحده عربی برنده شده و بنابراین مسئولین امارات اسلامی تصمیم گرفتن که قرارداد با شرکت اماراتی انجام بدن یا عقد کنند. بله، حالا بحثی است که حداقل در نوع ما گفتگو اصلا امارات متحده عربی حضور نداشت یا وجود نداشت. چطور امکان داره که به یک بارگی یک رقابت کننده دیگر داخل میدان بازی شوه و بتانه دست هر دو بازیگر دیگر از این رقابت ها قطع بکنه؟ حرکت های سیاسی متضمن مستقبل فعالیت های اقتصادی است در تمامی دنیا. حرکت های استراتژیک سیاسی، حرکت های مدبرانه سیاسی حکومت ها شکل میده فعالیت های که دارای مزیت راهبردی و استراتژیک اقتصادی باشه برای دو کشورها. بنان من فکر میکنم که در بعض حرکت های سیاسی امارت اسلامی مناسب دیده شده و یا هم قسمی که اشاره کردم در بود منافع ملی افغانستان و مطابق حرکت سیاسی منطقه‌ای و جهانی امارت اسلامی به این نتیجه رسیدن که اگر با وجود که در مذاکرات امارات دخیل نبوده، ولی به یک بارگی یک پروپوزل را ارائه کرده برای مسئولین امارات اسلامی که توجه مسئولین را جلب کرده و همون پروپوزل شاید که مطابق منافع افغانستان بوده. بله، آیا فکر میکنین که حالا در ادامه با اینکه میگن یک تصمیم سیاسی بوده، پس از این دید ترکیه و قطر در مقابل افغانستان چگونه خواهد بود؟ آیا فکر میکنین که از تلاش هایشان به خاطر داشتن روابط تجاری و همچنان روابط دیپلماتیک، این تصمیم امارات اسلامی که به نحو تفاهم صورت گرفت با امارات متحده عربی میتونه بالای تصامی روابط سیاسی افغانستان با این دو کشور دیگر هم تأثیر گذار باشه یا خیر؟ برای هر کشور منافع ملیش مطرح است و منافع ملیش در اولویت قرار داره. دیدگاه قطر و ترکیه، تصامیم قطر و ترکیه نباید برای ما مهم باشه. برای ما مهم منافع ملی ما است و باید منافع ملی ما برای ما مهم باشه. بنابراین این که یک کشور از تأمین منافع ملی ما آزرده میشه، خفه میشه، دیدگاهش فرق میکنه، نباید مهم باشه. بله، از آغازین روزهای کار امارت اسلامی تلاش ها به می میشد که کشورها علاقمندی داشتند که در سکتور هوایی افغانستان نقش خود داشته باشند، به نحوه داخل شوند. چه منافعی را مدیریت میدانهای هوایی افغانستان به هر کشوری که قرارداد میکنه همش قرارداد را میتونه داشته باشه؟ خب ببینین، از شروع حکومت امارت اسلامی تا امروز به یک نوع غیر مستقیم دنیا مردم افغانستان در تحریم قرار داده. عدم به رسمیت شناختن شدن حکومت امارت اسلامی خودش یک نوع تحریم غیر مستقیم از بالای مردم افغانستان و با این حرکت ها
و داخل شدن خصوصا امارات عربی به عنوان یکی از قدرت‌های دنیا و یک کشور پیشرفته دنیا و یک کشوری که تجربه بسیار وافر خوب در عرصه مدیریت میادین هوایی داره. شما شاهد هستین که خود امارات متحده عربی یک کشوری است که نقطه وصل تمام دنیا است و روزانه به هزارها پرواز از میادین هوایی امارات متحده عربی صورت میگیره. شما میگید که اینا تجربه بسیار خوب دارن و این عمل کرد باعث وصل شدن اقتصادی و تجارتی افغانستان میشه. یک سرمایه گذاری زیربنایی و استراتژیک به افغانستان پنداشته میشه. باز شدن ترانزیت برای معادلات تجارتی و اقتصادی افغانستان بوده میتونه. سهولت در عرصه مسافرین است. میادین سه میدان هوایی که اینا قرارداد کردن، کابل، هرات و قندهار، آهسته آهسته دوباره همون شکل فعالیت های منطقوی و نیمه منطقوی خود پیدا میکنه. این میادین با سرمایه گذاری شرکت اماراتی میره به طرف میاری شدن، مطابق شکلش تغییر میکنه، مطابق میارات منطقوی و جهانی. و این مسائل از بود ادوانتج یا مزیت های قضیه است، ولی متاسفانه یک سری دس ادوانتج و به اصطلاح ابعاد منفی هم داره که باید بستگی داره به مدیریت جانب افغانی که ما باید مدیریت قوی داشته باشیم. و یکی از ابعاد یا یکی از نکات منفیش رقابت شرکت های هوایی اماراتی با شرکت های داخلی افغانستان است که اگر از طرف حکومت این مسئله مدیریت نشه، متاسفانه میتونه که باز شرکت های داخلی افغانستان هم اونا دمپینگ کنن در دراز مدت. البته بله، بازم میخوایم بپرسم آقای بشیری، فایده ای که شرکت قرارداد کننده میتونه از این منظر به دست بیاره چه چیز خاص است؟ من فکر میکنم شرکت قرارداد کننده به عنوان یک شرکت تجارتی قرارداد انجام میده و تمامی شرکت های تجارتی تا زمانی که مزیت خود لمس نکنن و احساس نکنن هیچ قرارداد را انجام نمیدن. در این قرارداد سه میدان بسیار عمده و مهم کشور ما که از جمله میدان هوایی مزار شریف و میدان هوایی بسیار عمده در افغانستان در سمت شمال افغانستان است که خوب میشد که هم در قرارداد شامل میکردن، خب به هر صورت، ولی مزیتی که به این شرکت میرسه میتونه که حق به اصطلاح زحمات که یا چارجز که این شرکت به خاطر از خدماتش ارائه میکنه چی از دولت افغانستان و چی از عواید ایسی میدان هوایی میتونه که در اون قسمت مزیت خود داشته باشه. بله، همین شرکتی که در حال حاضر قرارداد کرده سه میدان هوایی کشوره، شرکت بود که قبل از اینام یعنی در دوران حکومت گذشته مسئولیت میدانهای هوایی افغانستان مخصوصا میدان هوایی حامد کرزی را بر عهده داشت. فکر میکنین که در تفاهمشان یا در عملکردشان یا در ماده های قرارداد چیز متفاوت تر نسبت به گذشته به وجود آمده باشه؟ من سر از این موضوع در دوران حکومت رژیم جمهور فراری اشرف غنی هم یک بحث داشتم که اونا بدون در اون زمان یک شایعه دیگه در رسانه ها درس کرده بود که گویا حکومت رئیس جمهور فراری اشرف غنی بدون داوطلبی و بدنگ قرارداد میدانهای کابل به شرکت داده بود و روی از این مسائل ما چیز کردیم، بس کردیم. خب بالاخره دوباره با تغییر نظام سیاسی این بس از اولویت خطا خورد و مسائل دیگه روی اولویت یا روی بس یا روی گفتگو آمد، ولی فعلا متن قراردادم ما شخصا خودم نه مطالعه کردیم و نه به دسترس ما رسیده و یا به دسترس رسانه فکر میکنم نرسید داره شما خبر داریم. متن قرارداد موادات که در قرارداد ذکر شده نزد مسئولین اعلامی و مسئولین از شرکت است و به اساس از اون متن اینا قرارداد انجام دادن، ولی ما امیدوار هستم که میتونه مطابق و یا به نفع مردم افغانستان و یا مطابق منافع ملی افغانستان باشه. بله، اما نگرانی های موجود داره با در نظر داشته گذشته این شرکت که موارد ناروشن و ناپیدایی در این قرارداد وجود داشته باشه. در این قسمت مسئولین امارات اسلامی قطعا جوابگو هستند
و شاید هم چیز برای گفتن داشته باشن، ولی فعلا از دید ما نمیتونیم قضاوت کنیم تا زمانی که زیر چتر امارت اسلامی شرکت فعالیت خود آغاز کنه. بعد از آغاز فعالیت و گذشت یک مدت میشه که بازش قضاوت کنیم. بله، باز شدن راه امارات متحده عربی برای شهروندان افغان، تجاران و صنعتکاران به نظرتون چقدر میتونه در وضعیت اقتصادی کشور تغییرات چشمگیری را رونما بسازه؟ همون قسمی که اشاره کردم در لابلای صحبت ها، بعد از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی به گونه غیر مستقیم ما در تحریم قرار داریم و از سوی دیگر به لحاظ جغرافیایی کشور مهاد به خشک هستیم و شدیدا نیاز داریم به تعاملات ترانزیتی و خود ترانسپورت و ترانزیت در توسعه افغانستان یک عامل بالقوه پنداشته میشه نظر به جو حاکم جغرافیایی و طبیعی در افغانستان. بنابراین قطعا مثلا میتونه که در قسمت رشد تجارتی تعاملات تجارتی کمک ما کنه، ولی پیشنهاد ما به مسئولین امارات اسلامی هستند که حداقل سعی کنند که از این فرصت در افزایش صادرات هم استفاده شود، نه تنها لنگر از این فرصت روی واردات تمرکز داشته باشد، سعی صورت بگیره که یک مقدار از این فرصت در رشد صادرات هم استفاده. بله، مثلا چگونه میتونن در رشد صادرات استفاده بکنن؟ قبلا بحث دهلیزهای هوایی بود که به کشورهای دیگر مثل چین و هند جریان داشت. آیا فکر میکنین که امارات متحده عربی میتونه یک مقصد برای صادرات محصولات افغانی باشه؟ یکی از سهولت هایی که این شرکت قرار است در میدان هوایی ایجاد کنه بحث کارگو است و سهولت کارگو است و یک فرصت است که من اشاره کردم که باید تمرکز ما یک مقدار بالای صادرات هم باشه، نه تنها واردات، و اگر تنها از قسمت کارگوی از در جهت واردات استفاده کنیم باز هم ما یک مقدار باز این قسمت از منافع خود عقب میمونیم. باید از فرصت کارگو در جهت افزایش صادرات خودم استفاده کنیم. کالاهای وی آی پی و لوکس افغانستان داره که به خاور مقدار خوب داره، مثل سنگای افغانستان، مثل میوه خشک افغانستان، مثل قالین افغانستان، استفاده شود از فرصت کارگو و در افزایش صادرات از این کالاهای لوکس ما به خاورمیانه تلاش کنیم که صادرات ما افزایش بیاره. بله، در گذشته وقتی که همین بحث را که شما یادآوری کردین، صادرات محصولات افغانی به بیرون از افغانستان یا بحث کارگو، دولت یک مقدار همکاری میکرد با تجار و صنعتکار افغانستان، یک مقدار از مصارف این انتقالات را به نام سبسایدی همکاری میکردن. حالا که وضعیت متفاوت تر است و ما فقط یک آدرس داریم به خاطر صادرات کو امارات متحده عربی است و یک کشوری که همه چیز میتونه گران باشه، چقدر به نظرتان رشد صادرات میتونه یک بحث عملی باشه؟ ترانزیت و صادرات از طریق هواپیما هزینه بلندتر در قبال و یک موضوع کاملا روشن است و نیاز به سبسایدی داره. در گذشته شما شاهد بودین که سبسایدی از آدرس حکومت صورت میگیره و سبسایدی هم کمک کننده های جهانیش حمایت میکرد حکومت ها. ولی خصوصا چند قلم صادراتی که میتونیم از این کارگوی سه میدان هوایی کشور با استفاده از قرارداد با شرکت اماراتی داشته باشیم، اونا کالاهایی هستند که قیمت مناسب به منظور صادرات دارن و تاجر و سکتور خصوصی خصوصا در بخش همون چند قلم بدون سبسایدی ها میتونن صادرات خود داشته باشن، خصوصا سنگای نیمه نجیبه افغانستان، میوه خشک افغانستان و قالین افغانستان. ولی اگر سبسایدی شوه از طرف حکومت، این میکانیزم در قسمت افزایش با سرعت صادرات چند قلم میتونه کمک بکنه، یعنی همون رقم فیصدی افزایش در صادرات بالا میره. سرتشکر، ادامه برنامه را پس از وقفه دنبال کنید. به ادامه برنامه بازم خوش آمدین. آقای بشیری، خود امارات متحده عربی چقدر میتونه یک مقصد مصرف کننده برای محصولات داخلی افغانستان باشه؟
بستگی داره به علاقمندی بازارها در کشور امارات متحده عربی و خود کشور امارات متحده عربی یک کشور توریستی، سیاحتی و یک کشوری است که چند میلیون مهاجر در این کشور جمع شده و سالانه از سراسر دنیا به این کشور از اقشار مختلف مردم، از کشورهای مختلف مردم مسافرت داره. بنابراین در کل یک کشور سیاحتی است و برای کشور سیاحتی و برای سیاحین تاریخ معاصر اقتصادی افغانستان و تاریخ معاصر بازار افغانستان اگر مطالعه کنیم، برای سیاحین ما کالاهای بسیار جالب داریم در افغانستان که توجه سیاح را جلب میکنه. مثلا صنایع دستی افغانستان، قالین افغانستان، صنعت زرگری افغانستان، صنعت مزگری افغانستان، منابع طبیعی افغانستان، خوسنگای افغانستان و در بخش زراعت میوه خشک افغانستان و انار قندهار. اینا کالاهای هستند و محصولات هستند که شدیداً در بازارهای امارات متحده عربی بازار داره و به فروش میرسه. بله، تعداد زیاد از تاجران و سرمایه گذاران افغان هم در امارات متحده عربی فعالیت های خود را به پیش میبرند. حالا اینکه گفته شده یک مقدار در قسمت ویزام قرار است که سهولت های به میان بیاید، فکر میکنین که در روابط اقتصادی این دو کشور هم تغییرات چشمگیر رونما شود؟ یکی از مزیت هایی که این قرارداد داره ظاهرا میبینیم، پیش بینی میکنیم و خدا کنه که در آینده هم جامع عمل بپوشه و در میدان تطبیق هم مطابق توقع مردم افغانستان تطبیق شد و مطابق منافع ملی افغانستان پیش بره. این مسئله یکی از مزیتایش ایجاد سهولت، خصوصا ایجاد سهولت اصدار ویزا برای سکتور خصوصی افغانستان، تاجر افغانستان است تا تعاملات تجارتی و اقتصادی افزایش پیدا کند و در پرتو یا در ساحل افزایش تعاملات تجارتی و اقتصادی افغانستان میتونه که پوزی مسئله یک مقدار جای کار مستقیم و غیر مستقیم به مردم افغانستان ایجاد کنه در داخل افغانستان و این مسئله باز میتونه که یک مقدار کمک میکنه در قسمت مدیریت فقر مردم افغانستان همچنان. بله، چگونه میتونیم با اینکه یک نقطه آغاز بگیریم تفاهم را با امارات متحده عربی از این فرمول استفاده بکنیم که بتانیم دوباره پروازهای هوایی را و همچنان صادرات محصولات افغانی را و مقاصد قبلی که در اونجا فعالیت صورت میگرفت مثل هند و چین آغاز کنیم؟ برای فعلا میشه نقطه ترانزیت امارات قرار بگیره. پروازهایی که از این میدان هوایی افغانستان به امارات صورت میگیره و از امارات باز نقطه ترانزیت قرار بگیره به کشورهای دیگه، ولی پرهزینه یک مبحث داره، ولی با شروع شدن فعالیت و با کسب اعتماد که سه میدان هوایی افغانستان در مدیریت یک شرکت اماراتی است و این سه میدان هوایی با معیارات منطقه‌ای و جهانی با سرمایه‌گذاری شرکت تبدیل شوه، سه میدان معیاری شوه حداقل در این منطقه که افغانستان قرار داره، امیدواری میده که در آینده هم بتانیم بیشتر تعاملات خود باز آهسته آهسته با منطقه و جهان آغاز کنیم. بله، از اینکه پیشتر هم اشاره کردیم که حالا بس انتقالات هوایی میتونه به اندازه کافی گران و قیمت تمام شوه، راه های بدیل در حال حاضر به نظرتان چی است اگه بتانیم تفاهمات سیاسی هم داشته باشیم؟ ارزانترین راه بدیل راه های زمینی است و وسیله انتقال کالاهای تجارتی که توسط از او وسیله اگر محصولات و تولیدات انتقال بیابه به بازارها تاثیر از او بسیار زود بالای جی دی پی محاسبه میشه که یک مسئله بسیار اساسی در بحث انکشاف اقتصادی کشور مطرح شده. او وسیله ترن است، خط آهن است، یعنی ارزانترین وسیله است در دنیا و اگر ما نمیتونیم فعلا ترن نداریم و این سرمایه گذاری بسیار عظیم است ایجاد نمودن خط آهن در کشور و اولین گام توسعه پنداشته میشه، توسعه پایدار، برای فعلا همون ترانزیت زمینی دو بندر استراتژیک که در اختیار داریم، کراچی و بندر عباس، با تفاهم سیاسی این دو بندر هم اگر با سهولت های جدید اختیار ما قرار بگیره اگر موثر واقع شود در قسمت انکشاف صادرات ما و در کل بر اساس شناخته شدن حکومت امارات اسلامی هم فوق العاده میتونه قسمت کمک کنه. بله، حالا با اینکه متاسفانه از گذشته های دور تجربه خوب از انتقالات اموال افغانی و تجار افغان به کشورهای همسایه نداشتیم، فکر میکنین که
با چه راهکار در حال حاضر میتونیم در روی کردهای تجارتی کشورهای همسایه تغییرات به میان بریم؟ شاهد از این بودیم که به روزها و حتی در بعض موارد به ماها اموال تجار افغانی نزدیک مرزهای کشورهای همسایه بود، اما برشون اجازه داده نشده که داخل از او خاک شوند. فوق‌العاده حرکت‌های سیاسی در این قسمت میتونه که کمک ما کنه. دیپلماسی قوی که دیپلمات‌های امارات اسلامی باید به کار ببرند و نگوشیشن بسیار قوی، مذاکرات بسیار قوی از طرف دیپلمات‌های بسیار قوی و یک دیپلماسی مدون از طرف امارات اسلامی برای انداخته شود که در درون یا در چارچوب از اون دیپلماسی حرفی از منافع طرف مقابلم گفته شود و چیزی از منافع طرف مقابلم در اونجا بیان شود. این مسئله با فعالیت سیاسی و در حمایت فعالیت‌های اقتصادی شکل بگیره، من فکر میکنم که نتیجه میده و میتونیم به عنوان کشور مواد بخشکه از بنادر آبی استراتژیک بندر عباس در ایران و بندر کراچی در پاکستان استفاده کنیم و از بندر استراتژیک دیگه که در شمال داریم به نام بندر ایرتان، اون بعد از کراچی و بندر عباس یکی از بنادر استراتژیک که وصل اقتصادی و تجارتی افغانستان با منطقه و دنیا است که بندر ایرتان است و خود کشور ازبکستان هم داره اهمیت استراتژیک است به افغانستان بعد از ایران و پاکستان. این مسائل و مدیریت با این سه کشوری که برای ما اهمیت استراتژیک در بود اقتصادی و تجارتی ما داره بستگی داره به حرکت‌های سیاسی و دیپلماسی مدون امارات اسلامی. بله، از سال‌های دور افغانستان در حالت قرار داشته که گفته می‌شده پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای میتونه در اینجا شروع شود و افغانستان یک نقطه وصل باشه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. چه راهکارهای در حال حاضر میتونه آغاز پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای را مثل تاپی، مثل پروژه بزرگ یک کمربند یک رای چین، پروژه کاسای گزار و امثال هم را تسریع بکنه؟ ای بس باز از توان افغانستان داخل افغانستان بیرون است. پروژه های منطقوی نیاز به تفاهم منطقوی داره و شرکای داخل داری پروژه ها. هنوز من فکر میکنم که شرکای داخل داری پروژه ها به توافق نرسیدن و در هر پروژه منطقوی دو شریک متخاصم وجود داره. مثلا در پروژه تاپی هند و پاکستان وجود داره، دو شریک متخاصم داشته میشن. ای بس از توان ما بلند است. تمامی حکومت ها که در افغانستان آمده اکلام کرده که به خاطر منافع مردم افغانستان ما متحد و آماده به تطبیق از این پروژه ها در جغرافیای سیاسی به نام افغانستان هستیم، ولی مشکل در شرکای منطقه‌ای ما است. بله، مهمترین نسل که در طول همین سالها حداقل در 20 سال گذشته عنوان میشد که نمیشه این پروژه ها در افغانستان حداقل کارش آغاز شود، بعدی که به او کشورها میرسه بحث جداگانه است، بحث ناامنی بود. حالا که به نحو گفته میشه که امنیت تا حد زیاد را تامین است، فکر نمیکنین که حداقل مجال این وجود داره که این پروژه ها در خاک افغانستان کارش شروع بکنه؟ دقیقاً نقطه بسیار اساس اشاره کردین. در گذشته یکی از مشکلات عمده ما بحث ناامنی بود، ولی فعلا در داخل افغانستان اگر روی هموار بودن بسترهای تطبیق پروژه ها صحبت کنیم، بزرگترین معضله داخل افغانستان که مسئله امنیتی بود امروز رفع شده و حکومت امارات اسلامی هم متحد به تامین امنیتی پروژه های منطقوی هستند. ولی من فکر میکنم که هنوز مشکلات در بحث شرکای ما باقی مانده. ما که آماده هستیم باید شرکای اقدام کنند و در شروع حکومت امارات اسلامی شما شاهد بودیم که مسئولین امارات اسلامی سفر داشتن، رکلام کردن، با شرکا صحبت کردن که ما آماده هستیم، ولی هنوز اونا آماده نشدن تا یه حرکت در سایه تطبیق و اجرا قرار بدیم. من فکر میکنم مشکلات با این شرکا داریم. بله، به عنوان آخرین پرسش آقای بشیری در رابطه با بحث اصلی برنامه، اینکه قرارداد میدانهای هوایی افغانستان با شرکت امارات متحده عربی بود، حداقل فکر میکنین که پس از 3 ماه فعالیت در آینده ها وضعیت سکتور هوایی افغانستان چگونه خواهد بود؟ من قسمی که اشاره کردم و باور دارم، باورمند به این هستم که اگر بتانیم ما خود ما مدیریت درست بکنیم تا همین بیلانس رقابت
با ظرفیتایی که در داخل داریم حفظ کنیم. میتونیم که امیدوار هستیم، امید داریم که مزیت از این بحث به مردم افغانستان و به منافع ملی افغانستان برسه. ولی اگر نتونیم که بیلانس از دست بدیم، یکی از دیسادوانتیج یا یکی از نکات منفیش خدمتتون عرض کردم که رقابت شدید شرکت‌های اماراتی، شرکت‌های هواپیمایی اماراتی با شرکت‌های داخلی افغانی محسوس است و توانی که شرکت‌های داخلی افغانی دارن ما او را آسیب پذیر می‌پندارم و شاید متضرر شویم. بسیار تشکر، سپاسگزار است و محسودور تان آقای محمد شبیر بشیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از طریق خط اسکایپ با ما وصل بودیم. سلامت باشید. با سپاس شما که بیننده امروز برنامه زیربنا بودید. خدا نگهدار.